با یاد نام خدا و با عرض سلام، امروز سه‌شنبه ششم ماه حوت سال 1398 خورشیدی است. در نخست سرخط خبرها، درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، ثبت 7 مورد مشکوک ویروس کرونا در هرات و 1 مورد مشکوک در ولایت غور، خواست آمریکا از بحر به توقیف افتادن مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان، و هشدار سازمان جهانی صحت در مورد همگیر شدن ویروس کرونا در جهان. حال هم مشروع خبرها. در یک درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به طرفهای درگیر نبرد تلفات وارد شده است. این درگیری زمان صورت گرفته است که گروه طالبان مسلح بالای قطار وزارت داخله در مربوطات ولسوالی قره‌باغ و در مسیر شاهراه کابل کندهار حمله کردند. ظاهراً در هفته کاهش خشونت‌ها در کشور، میزان خشونت‌ها و رویدادهای امنیتی در ولایت غزنی به گونه چشمگیری کاهش نیافته است. پس از دو رویداد ضد امنیتی در دو روز پسین در ولایت غزنی، اخیراً شب گذشته طالبان مسلح بالای قطار تحرکات وزارت امور داخله در مسیر شاهراه و در مربوطات ولسوالی قره‌باغ غزنی حمله کردند که در نتیجه 4 نیروی امنیتی افغان زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی لوای 3 ارتش ملی غزنی با تایید این رویداد از کشته شدن 1 مخالف مسلح دولت و زخمی شدن 2 تن دیگرشان خبر می دهد. به دنبال ثبت نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات، وزارت صحت عامه اعلام کرده است که به تازگی 7 مورد مشکوک دیگر نیز در این ولایت به ثبت رسیده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت گفته است که 7 مورد مشکوک به ویروس کرونا به شمول 2 خانم در ولایت هرات ثبت شده است. در همین حال از ثبت 1 مورد مشکوک در ولایت غور به ویروس کرونا نیز گزارش شده است. آقای فیروز افزوده است که نمونه های این 7 نفر به کابل ارسال شده و نتیجه آن تا 12 ساعت بعد مشخص خواهد شد. مجموع پیش ما 10 واقعه مراجعه کرده که 1 واقعیش مثبت بوده، 2 واقعیش منفی بوده که رخصت شده با صحت الحمدلله صحتمند، و تقریبا 7 واقعه دیگه هم وجود داره که سمپلاش به کابل رسیده. پیش از این وزارت صحت از ثبت نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات خبر داده بود. فیروزالدین فیروز گفته است که ویروس کرونا در 1 مرد جوان 35 ساله در هرات مشاهده شده است. آقای فیروز افزوده است که این فرد در زمان مناسب شناسایی شده و اکنون هیچ تماسی با سایر افراد جامعه ندارد. وضعیت در ولایت هرات به حالت اضطراری درآمده است. در همین حال وزارت صحت عمومی کشور میگوید که وضعیت صحی فرد مبتلا به ویروس کرونا در شهر هرات کاملا قناعت بخش است و شایعات منتشر شده در مورد فراری و شفاخانه صحت ندارد. وزارت صحت عمومی امروز در اطلاعیه گفته است که این فرد در حال حاضر در بخش تجرید شفاخانه حوزه وی ولایت هرات تحت مراقبت قرار دارد. تمام نشست ها در اداره ها و نهاد های ولایت هرات تا اطلاع بعدی به تعویق افتاده است و فعالیت حمام ها و رستوران ها نیز متوقف شده است.
امریکا خواهان به تعویق افتادن مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان شده است. مقام‌های آمریکایی میگویند که برگزاری مراسم تحلیف محمد اشرف غنی میتواند تنش‌های انتخاباتی را در افغانستان افزایش دهد و توافقنامه صلح آمریکا با طالبان را به خطر بیاندازد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری کشور را پس از نزدیک به 5 ماه اعلام کرد که بر اساس آن محمد اشرف غنی برنده انتخابات و رئیس جمهور اعلام گردید. غنی پس از دریافت اعتبارنامه ریاست جمهوری از جانب کمیسیون مستقل انتخابات، یک کمیسیون برای برگزاری مراسم تحلیف ایجاد کرده و این کمیسیون اعلام کرد قرار است مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه هفته جاری در کابل برگزار شود. از سوی دیگر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کرد مراسم تحلیف عبدالله عبدالله روز پنجشنبه هفته جاری در کابل برگزار خواهد شد. عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام نتایج نهایی انتخابات را نپذیرفته و میگوید بر اساس آرای پاک و بایومتریک شده برنده انتخابات است و حکومت همشمول تشکیل می‌دهد. امرالله صالح چندین تن را به دادستانی معرفی کرده است. جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل میگوید که جریان روند سبز و رهبری امرالله صالح معاون نخست دسته انتخاباتی دولتساز چندین تن را به اتهام توهین و تحقیر پای استاتوس‌های فیسبوکی آقای صالح به این نهاد معرفی کرده است. به گفته آقای رسولی توهین، تحقیر و حد که حرمت بر بنیاد کد جزا و قوانین نافذه کشور جرم پنداشته می شود و به همین علت موضوع تحت تحقیر و بررسی دادستانی کل قرار دارد. امرالله صالح رهبر روند سبز و معاون نخست تیم دولتساز یک ماه پیش به منتقدانش هشدار داده و گفته بود حد که حرمت و ناسازگویی به دیگران بر بنیاد شک و گمان پرونده اخروی و دنیوی شما را زخیم می سازد. نهادهای حامی خبرنگاران این کار آقای صالح را خلاف قانون اساسی دانسته و میگویند که آقای صالح در برابر آزادی بیان روی کرده استخباراتی در پیش گرفته است. عبدالمجید خلوتگر رئیس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید که اقدامات اخیر آقای صالح روی کرده استخباراتی با آزادی بیان داشته و خلاف قانون اساسی کشور است. با گفته ی آقای خلوتگر در صورتی که نقد و انتقادها به مزاج افراد خوش نخورد باید منتقدان به کمیسیون رسیدگی به تخریب‌های رسانه‌ای معرفی شوند. شماری از کاربران شبکه‌های مجازی به ویژه فیسبوک از این اقدام آقای صالح انتقاد کرده و گفتند که آقای صالح به خاطر گذاشتن دیدگاه انتقادی یک کارمند وزارت اقتصاد پای پست فیسبوکش دادستانی را وادار به احضار و بازجویی او کرده است. این کارمند وزارت اقتصاد امرالله صالح را به خاطر تغییر موضع سیاسیش پیش از معاونیت آقای غنی و پس از معاونیت به شرم خوانده است. از توجهتان بعد از شاهی خبری امشب سپاس. شب روزتان خوش. خداوند نگهدار.